ما در هر عرصه ای وارد شدیم به نتیجه کامل رسیدیم. حالا من الان راجع به یکی از عرصه ها یه توضیح خیلی کوچکی میدم. خب حتما شدید توی این یکی دو سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت میکنم. اولا این علم بسیار قدیمی است در جوامع اسلام. قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به این علم صحبت کرد. اگر میخواهید مقایسه بکنید، 2 سال پیش 100 سال کوانتوم در دنیای فعلی بود و در نیویورک هم این 100 سال رو مراسم گرفت. از ایران هم دانشمندان ایرانی هم رفته بود، بعضیشون رفته بود. عبارتهایی را که به عنوان آخرین یافته های علم کوانتوم در نیویورک در 2 سال پیش مطرح کردن با عبارتهایی را که در قریب 800 خورده سال پیش ابن عربی در یکی از کتاباش مطرح کرد، اینها دوتا رو مقایسه کنید، حتما همه دانشمندا اون عبارتها رو عبارتهای کامل تر میبینن. و از علم های مثل علم کوانتوم که علم خیلی خیلی جدید است، هنوز تو عرصه زندگی مردم و نظامیین وارد نشده است، از اون زمان ازش برخوردار بودن. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. ولی دنیا وقتی که یک دستاورد کوچیک بهش میرسه فوری اعلام میکنه. مثلا 2 سال پیش امریکا، 1 سال پیش امریکا اعلام کردن که با کامپیوتر کوانتومی ساختیم توسط گوگل. مقایسه شما میدونید که بزرگترین و پرسرعت‌ترین کامپیوتر فعلی محاسبات رو گفتن 10,000 سال انجام میده، کامپیوتر کوانتومی 350 ثانیه. یعنی فرق اینطوری ها، تو خیلی موارد همش اینطوری. خب قطعا ما و دانشمندان ما، فرزندان این مملکت، در این عرصه هم جلودار هستن.